شما که هنوز ایستادی؟ خودتو به اومد چی کنم؟ شما بگو من چی کار کنم؟ یه مویز و 40 تا قلندر، همه این قطار رو این همه رزمنده که باید برن خط، این قطار هم تازه زخمی آورده داره خالی برمیگرده، گفتیم بچه ها رو ببره. به منم دستور دادن بلیط فقط با امریه و سلام. شما آقا من فقط یه نفرم، میخوای وایمیسم داخل راه رو باش؟ هر چی من میگم نره، تو میگی بدوش، میگم دست من نیست. تازه پل بین راهو زدن، این قطارم تا وسط راه میبردشون. برو این سوله پایین با مسئولین سپاه، ارتش، بسیج، هر چقدر میخوای صحبت کن. اگه گفتم بلیط بده منکرت هم هستم، غیر این تا شبم اینجا وایسی دیگه باهات حرف نمیزنم. برو به سلامت. شما با شما مادر. خسته شدی پسرم؟ نه آخه نمیبینی مادر چه آدمایی به پستمون میخوره. نیم ساعته دارم براش توضیح میدم، بازم میگه یه نفرم، نمیشه تو راه رو وایستم. مردم گرفتارن، محتاج نباشن که اصرار نمیکنن پسرم. حق با شماست، ولی به خدا ما هم خسته میشیم. روزی 30 تا مشتری اینجوری به پستمون میخوره. ما هم آدمی آهن که نیستیم. دو ساعت قبل یه قطار مجروح بردم، رفتم دیدم حالم خیلی بد شد، همشون جوون بودن، بیچاره خانواده هاشون. حالا شما امرتون رو بفرمایید. اگه فوشم نمیدی منم بلیط میخوام، امری هم ندارم، از شمال اومدم میخوام برم جبه، اینجا هم هیچ کسو ندارم. اگرم بهم بلیط ندی همینجا روی صندلیا تا صبح میخوام. به قول خودت بسل. خب آقا محمود، میشه بپرسم الان چه احساسی داریم؟ من خوشحالم دیگه، یعنی هر کسی روز عروسیش خوشحاله، مخصوصا با کسی که خیلی خیلی دوستش داره. البته رجا خانم رو نمیدونم، ولی من خیلی خوشحالم. رجا تون تو چی؟ میشنوی واسه اینجا رجا هم رفت، من دیگه تنهای تنها شدم. آخه قلمون رو شکل واحد برم، این جنگ چی داشت که همه ما برات عزیزتر بود؟ آخه مادر چی داشت؟ چی داشت مادر؟
خیلی خوب. حالا دستای هم دیگه رو بگیرین، یه چند تا عکس دو نفره ازتون بگیرین. ول کن افسان مسخره‌بازی رو. باشه بس بعد از وقت. من خیلی نگرانم. نگران چی؟ عاقد؟ نگران نباش. حجت پیغام داد گفت عاقده اخونه دیگه هم داشته تا نیم ساعت دیگه میرسه. بابا عاقد کیه؟ نگران خالان. دیر کرده. نگرانی نداره. حتما سر زوقه. هر چه باشه پیداش میشه دیگه. تو ده زن پا به ماه نداریم. ای بابا خاله الان پیداش میشه، نگران نباشین دیگه. بابا بخندین، عروسی تو نه سلامتی. بخندین. آره دیگه بخند. الو سلام خانم، منزل آقای اعظمیان. ببخشید مزاحم شدم، من حجت حسنی هستم، از شمال زنگ میزنم. دیشب داشتم رادیو را گوش میکردم، پسرتون آقا رضا خبر سلامتیشون رو دادن با شماره تلفنتونو. بله، گفتم خبر بده خود. خواهش میکنم خانم، وظیفه‌مون این حرفا چیه؟ خدا نگهدارتون، خوش باشید. افسانه جان وقت کردی یه فیلم از این غذای ما بگیر. چشم. شما به عنوان پدر مادر داماد الان چه احساسی داری؟ خیلی احساس خوشحالی میکنم، مثل همه پدر مادرها. دوست داشتم پسر من تو لباس دامادی ببینم. اینا کجا دارن میرن خانم؟ کجا بچه ها؟ میریم ننه حسین ببینم. یکی رو میپسم دنبالش. شما چرا میرین؟ عاقد داره میاد. دیگه حالا خود راجا میخواد ببینم. ببخشید زود برمیاد. ای خدا، آخه این عشق و عشق پسرمانو بیچاره میکنه. ای افسانه جان دیگه از این چیزا فیلم برداری نکن دیگه دخترم. مرد حسابی تو که سه ماه صبر کردی، خب یه روز امروز حالا وقت اومدن بود. آقا جان من از کجا میدونستم عروسی خواهرته؟ خانواده‌اش یه دهایی ریختن تو اداره، اگه نمی آوردمشون پدرم رو در می آوردن. خاله به روی حسین قسم، اگه قلبا راضی نباشی همین الان لباسمو عوض میکنم تا آخر عمر پیشت میمونم. معلومه راضیم، محمودم اینه به سر خودم، عین حسینم. این دوتا با هم همشیر بودن، من چرا نباید راضی باشم؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ چرا مجلس رو ول کردین؟ عاقد اومده؟ نه هنوز، ولی خب میاد. بچه ها فکر کردن که من عروسی خواهرزادم نمیرن، تفلک اومده بودن دنبال من. سلام علیکم. و آقا مجید، عروسی هم با لباس فرم میای؟ یا خدای نکرده باز خبر شهادت کسی رو بردی؟ نه، همینجوری اومدم. به خدا اگه میدرستم عروسیه. راستش این دفعه اومدم یه خبر رو پس بگیرم. دلنده والا خاله، به هر حال تو جنگ خب هر چیزی ممکنه پیش بیاد دیگه. بگو دیگه. چرا حرفتون رو نمیزنی؟ راستش یه نفر که اسم پدر و تاریخ تولد و شماره شناسنامه‌اش با حسین آقا یکی بوده شهید شد. اینا کیه؟ خانواده این شهیده. چی؟ منظور چیه؟ یعنی حسین زنده است؟ نه، معلوم نیست، ولی فعلا این شهیدی که این زیر خوابیده حسین آقای ما نیست. الحمدلله این دفعه خطر رفع شده، این دو دفعه، ولی دفعه سوم خطرناکه ها. شما هم بهتره دور و برش رو کمی خلوت بکنید تا استراحت بکنید. خب با اجازهتون. آقای دکتر خیلی زحمت کشیدین. دست شما درد نکنه. با اجازهتون. من مراقب شما بمونیم، من باهاتون کار دارم. افسر جان پس شما زحمت مراقبش باشید. چشم. خیلی ممنون آقای دکتر. خدا خیلی اصلا متوجه نمیشم برای چی باید این سایه پسر خالت همش بالا سر ما باشه. اصلا نمیفهمم. کدوم سایه؟ مگه دست خودشه؟ باز داری طرفداری میکنی. این کار رو میکنی من یاد بچگی میفتم، یه ذره حالم بد میشه. موقع هم همیشه همینجوری بودی.
اونو بیشتر از من دوست داشتی. حسودی که میکنی مثل بچه ها میشی. من هیچ وقت حسین رو بیشتر از تو دوست نداشتم. جور دیگه دوست داشتم. هر زنی یه مرد تو زندگیش جور دیگه دوست داره. تا بود اون مرد حسین بود. بعدم که رفت کم کم تو جاشو گرفتی. الان تا ندونیم چی سر حسین اومده هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اگه حسین زنده بود، اسیر بود، یه خدایی نکرده معلول بود، چیش ما دیگه برگشت چی؟ فکر میکنیم بازم میتونیم تو اینجا زندگی کنیم؟ خب، اونم مجبوره با واقعیت کنار بیاد. همون کاری که من کردم، اگه من چیکار کردم بعد از اینکه تو گفتی فقط اون، رفتم. رفتم خدمت. بعد فرزن منتظر شدیم. 6 ماه، 1 سال. نعیمت چی؟ تکلیف چیه؟ منتظر نمیمونی. مرخصی میگیرم از مدرسه میگردیم دنبالش. دنبالش بگردیم؟ شما نگران نباشید ننه حسین. من حجت از 3 ماه پیش این خبر شنیدیم اقدام کردیم. 3 ماه شما خبر دادیم به من نگفتیم. خب میخواستیم مطمئن بشیم. در ثانی دنبال خانواده این شهیدم میگشتیم. آدرسشون عوض شده بود. تو این مدت هم ما بیکار نبودیم. عکس و مشخصات حسین آقا رو به هر جایی که فکرش بکنین دادیم. انشالله بچه های صلیب سرخ و هلال احمر پیداش میکنن. شما یه همون یه شهید آوردن تو واسه 7 پشتمون بسته. صلیب سرخ چیه؟ عکس کدومه؟ من پسرم رو میخوام. بردی نشتی که زغال واسه من آوردین گفتی شهید شده. 2 ساله به اون سنگ قبرش عادت کردم. حالا میگین زنده است. خب بیارینش دیگه. دلم واسه بچم تنگ شده. میخوام ببینمش. ما هم باید به یقین برسیم. باید مطمئن بشیم که حسین شهید شده یا زنده است. همین رو کار بگیری دیگه. اگه زنده باشه چی؟ نمیدونم. به هر حال من زن عقدیشم. بابا دیگه اصلا من خوب میکنی. ببین تو فقط 1 هفته زنش بودی. بعدش هم که گذاشت رفت. پیداش هم نشد. در ضمن مگه اسمش تو شناسنامه خط نخورده؟ ای زن عقدی. شناسنامه هم چرا؟ آه. بس هنوز دوستش داری. اگه قطع نخواه یا معلول باشه چی؟ بازم هم اینو میگی؟ من نمیدونم. اما تو رو خدا اذیت نکن. من نمیدونم که اصلا اگه زنده باشه باید چی کار کنم. نمیدونم اصلا اگه معلول باشه باید چی کار کنم. باشه. یکاش هیچ کدومتون رو ندیده بودم. اصلا خودم میرم میگردم دنبالش. کجا؟ اگه این بارم از دستت بدم حالم خیلی بد میشه. امیدوارم ناراحت نشی. حسین برادر شیری منم هست. ولی دعا میکنم زنده نباشه. انشالله که زنده است. ولی خب این خبری که ما آوردیم فقط معنیش اینه که مفقود الاثر. همین مفقود الاثر یعنی چی؟ یعنی گم شده؟ یعنی شهید؟ حجت من یک مادرم. یک کلمه حرف که برام پسر نمیشه. 20 سال دست تنها بدون پدر این بچه رو مثل شاخ شمشاد بزرگ کردم دادم دست شما. بردی یه تیکه حلالی واسم آوردی. حالا میگیم بشین که روزی روزگاری یه وقتی شاید صلیب سرخ خبری ازش برام بیاره. اگر نمیاد من خودم میرم. شما جنوبی هستی؟ نه من امدادگرم. پس داریم میرین جبهه. خود جبهه که نه در واقع پشت جبهه. شما به امدادگری؟ من فعلا با این شکم هم امداد شوندم. لبشک میخوری؟ نه ممنون. ولی عجب دل و جرعتی داریم. با این سر صدای توپ و تفنگ کنم با این حالتون. دیگه چی کار کنم؟ شوهرم اونجاست. نمیتونم که تنهاش بذارم. این تفلک واسه چی داری میبری؟ پدر مادرش پارسال تو جنگ شهید شدن. بغیر از من پیش هیچ کس نمیمونه. فاطمه خانم کلاس چندمی؟ اول. آفرین. منم یه خواهر دارم اونم کلاس اوله. اسمش جیران. این انصافه دیگه. این عدالتته. میای تو روز عروسی آدم که چیکار کنی؟ که منو نابود کنی که عشقم ازم بگیری که چی؟ من که بود کاری نداشتم. داشتم زندگی رو میکردم. وقتی فهمیدم اسمت رو اسم این دختر رو گذاشتم رفتم.
شکر خدا نکده چشم تو چشم دیگه نرفته. بیا کن نه مصرف که به همه چی باش کردی حالا به من رسیدی حق تو میخوای در کدوم هم این دختر سهم تو نیست بالا منه دیگه الان اسم من روشه نمیذارم واسه نمیذارم به خاطر یه عقد احمقانه و مسخره تا آخر هم مریض داری کنه میفهمی؟ تو که سهلی بچه کوه هم باشه جلوش من میستم حسین دعا میکنم زنده نباشی که اگه باشی خودم میکشم. خدایا به بزرگیت قسمت میدم پسرم اون سالم به من برگرد. حجر تو به چه حقی جای من تصمیم گرفتی این سه ماه چیزی به من نگفتی؟ میگفتم که چی بشه؟ که چی بشه؟ مسئله به این مهمی اگه امروز عقد کرده بودیم چی؟ هیچ چی میرفتی سر خونه زندگی جدیده به همین سادگی. آره به همین سادگی هنوز که اتفاقی نیفتاده تو هم شده مثل خاله؟ واسه فقط مفقود الاثر میفهمی یعنی چی؟ مفقود الاثر یعنی شهید بی جسد. تو که اینقدر علم غیب داری بعد چرا چند ماه نشستی پای رادیو به پیام و سرا گوش میدی؟ همینجوری گفتم یه کاری کرده باشم. تو گفتی و منم باور کردم. به روح مامان بابا قسم بخور. تو چی میخوای من بهت بگم دختره؟ تو خواهرمی دوستت دارم. به خدا قسم نمیخوام یه عمری مثل این افسانه اصیل یادای مثل من بشی. تو مگه چته؟ چیزیم نیست. این چیه پس؟ بچه‌ها میتونم بغل کنم؟ حجت. خدا شاهد اینقدر خاطرت برام عزیزه که اصلا یادم میره پات اینطوریه. حجت. تو رو جون مانلی از حسین خبر داری؟ صد دفعه مگه بهت نگفتم جون مانلی قسم نخور. ببخشید. خبر داری؟ اون معلومه که نه. ولی اینو میدونم مفقود الاثر جنگ که 2 سال ازش خبری نشده باشه یا اسیری یا شهید یا معلول. من این سه ماه چیزی بهتون نگفتم که اتفاق امروز نیفته. حالا که عروسی رو به هم زدی آبرومونم تو ده رفت دیگه بقیش اصلا مهم نیست. اما مطمئن باش از تهرانم دست از پا دراز‌تر برمیگردی میری سر خونه زندگی. با این فرقی دیگه زبون محمود پدر مادرش تا ابد سرت درازه. اینو چیزیه که نمیفهمی. خیلی دلشون بخواد. دختر به این خوشگلی درس خونده. رجا از من میشنوی یا به دلت رجوع کن. به حرف مردم و اینجور چیزا هم اصلا فکر نکن. افسانه تو واقعا پای حجت برات مسئله نیست. خب معلومه دیوانه. حجت شوهر منه. پدر بچه‌مه. من دوستش دارم. اگه بدتر از این بود چی؟ بازم حاضر بودی اون باش زندگی کنی؟ نگران نباش. اون حسینی که من تو میشناسیم اینقدر تو رو دوست داره که حاضر نشه تو یه اون مریضداریشو بکنی. کسی چه میدونه؟ شاید تو این 2 سال یه بلایی سرش اومده که روش نشده خودشو بهت نشون بده. واقعا؟ گفتم شاید. تو هم برو تهران این تردیدو از بین ببر. مطمئن باش هر دختری تو شرایط تو بود همین کارو میکرد. آشنا نیست. اولین باره میایین اینجا؟ بله. پسرتونه، برادرتونه یا دامادتون؟ کی؟ همین که اومدن اینجا دنبالش دیگه. آدم تا گم شده نداشته باشه که این طرف ها پیداش نمیشه. پسرم. مفقود الاثر. آه. اینم پسرتونه؟ خواهرزادمه. خسته نباشی مادر جان. سلامت باشی. اینم عروسم. آخ چه خوش قد و بالا ماشالله چه خوشگه. صد خونه ها و بیمارستان ها رو سر زدی؟ بله. هلال احمر چی؟ شاید اسیر شده باشه. اونجا هم رفتیم. اسمش توی لیست صلیب سرخ هم نبود. آها. همسرنگریاش هم سر زدیم. هر شب هم دارم این رادیو عراق رو گوش میدم که شاید یک نفر این خبر سلامتیشو بده. ایشالله پیدا میشه. قصه نخور. خاله جان با ایزد ما یه سر بریم این بر. رجا با ایزد. به سلامت. به خدا سپردمت. اسمتون چیه؟ به من میگن ننه حسین. ننه حسین. قلب خودت چی میگه؟
هر شب خوابشو. ننه حسین، ایمان تو از دست داده. چند وقت ازش بیخبری؟ دو ساله. دو سال؟ من دو سال و نیم دنبال پسرم گشتم، همه جا رفتم، جبهه رفتم، میخواستم برم عراق، پیداش شد. پیداش کردی؟ آره. کجا؟ تو منطقه، مریض شده بود، الانم سرم رو گندست. بهش گفتم محمد، آخه اسمش محمده، گفتم محمد مگر این که از رو نشه من رد بشه، شیرم و حلالت نمی کنم این دفعه اگه بری جبهه. نزاشتم بره. حالا که محمد آقا پیدا شده، شما اینجا چیکار میکنی؟ خب بیام برای کمک مثل الان هر روز. اسامی شهدای جدید آوردن. فکر میکنی اصلا بعد جنگ کسی از این بچه ها یاد میکنه؟ خب معلومه. چرا فکر میکنی که مردم اینا رو فراموش میکنن؟ بچه تو چقدر تلخ شدی؟ چه میدونم والا، دلم واسه مانلی تنگ شده. ببخشید شما بیای نه، من فردا برمیگردم دهها. تازه دیگه جایی هم نمونده بگم. ببین به حساب با بچم چی کار کردن. اخ براز بگم چی کار کردن. یه متر و نود قدش بسکت پالیس بود. هستواتی هستواتی این پالیس دیگه نمید. حالا فهمیدی مفقود الاثر یعنی چی؟ میام آقا میام، چند روز دیگه برمیگردم خونه. قرصای اعصابتو مرتب میخوری؟ بله بله میخورم. از رو جایینا چه خبر؟ آقا نمیدونم، من که بهتون گفتم اومدم سفر یه ذره حال عوام عوض بشه همین. یعنی باور کنم که به همین سادگی از اون دختر دست کشیدی؟ من تو رو بزرگت کردم پسر. آقا مامان چطوره؟ حرفو عوض نکن. ده چی میخوای بشنوی؟ ها؟ میخوای بگم گول بابای همه چی؟ تو این یه روز چند بار ازت پرسیدم اونجا داری چیکار میکنی؟ فقط تو رو به جون همون رو جا بهم دروغ نکن. دنبالشونم. که چیکار کنی؟ میخوام اگه خدای نکرده حسین زنده بود قبل از اونها پیداش کنم. که چی بشه؟ شما فکر کن میخوام باش حرف بزنم. آقا من تا تش واسدم. روژه مال منه، حق منه، حق هم میخوام. ببخشید دنبال صاحب این عکس میگردم، میشناسینش؟ نمیشناسمش. دیروز هم یه چند نفری اومده بودن اینجا، بهشون گفتم که معلولین ما مال 3 سال قبلن، ما معلول جدید نیاوردیم. ممنون. اینجا بغدادم، صدای ما رو از رادیو عراق میشنم. اکنون توجه شما را به چند پیام از وزرای ایرانی جلب. به نام خدا، من ناصر پژوهنده در تاریخ 10 اسفند 65 در منطقه کانال زوجی به دست برادران عراقی اسیر شدم و اکنون در اردوگاه موصل 4 هستم. همچنین عکس همسنگرم آقای حسین حسنی توسط مسئولین صلیب سرخ چند روز قبل به دست ما رسید. من هنگام اسارت زخمی شدن حسین را به چشم ببخشید تو خدا این موقع شب من مزاحمتون شدم. نه این حرفا چیه؟ محمد خوابش سنگینه.
این حسین من. نه این بالا سرش توپ هم در کنی بیدار نمیشه، از بچگیش همینجوری بود. دیدی بهت گفتم توکل تو به خدا از دست نده؟ پسرت خودش پیام داد؟ نه دوستش، گفت خودش با چشای خودش دیده که زخمی شده، بعد یه دفعه این رادیوی خراب شد. یعنی پسرت زنده است تو عراق اسیره؟ خدای شکر. حالا چه کار میخوای بکنی؟ اومدم اینجا از تجربه شما استفاده کنم، شما کمکم کن. چشم، حالا چایمونو بخوریم تا ببینیم چی میشه. غم میخورین یا توت؟ من با توت میخورم، دست درد نکنه. حسن و شهارزا. سلام. علیکم السلام. آقا اوجه کلید رو نمیگیریم بگیم؟ مگه خاله تو اتاق نیست؟ چرا بودن، نیم ساعت پیش داشته بردن، داشتن میرفتن شماره تلفن یه خانومی به نام ساسانی رو من دادن، گفتن حتما باهاشون تماس بگیریم. اونجا رفته چیکار؟ دست شما درد نکنه، لطف کنید شماره شو بگیریم واسه کنه اتاق. ممنونم. تا وقتی نیامده بودم اینجا نمیدونستم جنگ یعنی چی. تو شمال حتی یه دونه آجر قرمزم نزدم. حالا کجای جنگو دیدی؟ بله. سلام خانم سازنی، من روجام. سلام عروس خانم. یه دقیقه گوشی. عروست خیلی مواظب باشی، ناامیدش کنی از دستت پریده. بگی. الو. سلام خاله، کجایی شما؟ راستش بذار اول یه خبر خوب بهت بدم. حسین زنده است، تو عراق اسیره. زنده است؟ چی شده؟ حسین تو عراق اسیره. شما کجا فهمیدین؟ امشب از رادیو عراق شنیدم. خودش پیام داد؟ یکی از دوستاش. خودش؟ چرا گریه میکنی مادر جون؟ باید خوشحالی کنی. نه گریه خوشحالی خاله. راجا جون دخترم گوش بده ببین چی میگم. من میخوام برم عراق. برین عراق؟ ده عراق برای چی؟ برای چی؟ برای که دلم واسه بچم یه ذره شده، برای که دیگه طاقت ندارم. من اصلا نمیفهمم منظور شما چیه. بده من گوشی رو. الان خاله جان چی میگی شما؟ مگه عراق امامزاده عبدالله است؟ 1200 کیلومتر مرز بین ما جنگه. میگه چیکار کنم مادر؟ حالا که فهمیدم زنده است با این قلب مریضم، بلندشم برم تو این ده منتظر بشم که معلوم نیست که این جنگ تموم میشه. نه دیگه طاقت ندارم، میخوام بسرم رو ببینم. روجا خانم عروسیشو به هم زد. الانم که فهمیده حسین آقا زنده است، فکر میکنین چه کار میکنه؟ خانم ساسانی شما که خودتون منطقه رفتی میدونی اونجا چه خبره؟ این خانه من بنده خدا اصلا 10 سال از ده بیرون نیومده. شما دل واپس نباشی. من آدرس خونه خاله خدیجه رو بهش میدم تو دسپول، برسه اونجا همه چیز درست میشه. مگه میشه خانم ساسانی؟ اصلا این چه حرفیه شما دارین میزنین؟ چرا نمیشه؟ باید مادر باشی تا بفهمی من چی میگم. آقا حجت، شنیدم یه دختر کوچولو داری، ایشالله خدا بهت ببخشه. ممنونم. چند وقت ندیدیش؟ 10 روز. اگه بهت بگن بچه‌تو بردن بالای کوه قاف، دیگه هم نمیتونی ببینیش، دست میذاری رو دست؟ بچه تو فقط چند ماهشه، حسین آقا 22 سالشه، تو 10 روز ندیدیش، ننه حسین 2 سال ندیده، بازم حقو بهش نمیدی؟ من دیگه حرفی ندارم، گوشی رو میدم به خالتو. حجت جان دیگه دنبال من نگردی، برگردی سر خونه زندگیتو. این همه وقت از زن و بچه دست کشیدی. این حرفا چیه خاله جان؟ من نوکرتم عزیزی مادر جان. ولی به خدا داری اشتباه میکنی ها. تو رو تا همین جبهه خودمونم به خدا نمیذارم بری. دیگه عراق پیش کشه، میگی نه من میام دنبال دستم با هم بریم. دیگه اصرار نکن، فقط به روجا بگو چند روز منتظر بمونه، اگر خبری نشود هر کاری دلش خواست بکنه، انشالله که خوشبخت بشه. خدا حافظ. الو خاله جان قد نکن یه لحظه. الو قد کرد. بفرما تحویل بگیر. قوز بالا قوز. وسط جنگ خاله ما را افتاد میخواد در عراق، سه ماه لوازده کردن به خاطر همینا. اگه حرفمو گوش میکردیم و عروسی رو به هم نمیزدی این اتفاقا نمیافتاد.
اون وقت وقتی میفهمیدیم حسین زنده است که کار از کار گذشته بود. حالا کی گفته زنده است؟ یه اسیری یه جا پیغام داده که چه میدونم حسین دو سال پیش زخمی افتاده دست عراقی‌ها. برو بابا شما همتون قاطی کردین. بیا آقا رضا هم که هیچوقت پشت میزش نیست. آقا آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ بابا یه سلامی یه علیکی سکته کردم ناسلامتی یه خبر خوش از عراق براتون آوردم. خودمون میدونیم آقا جون. آقا رضا کجا رفته؟ آقا رضا آقا رضا حالا نمیخوای بدونی خبر خوشم چیه؟ آقا جان خودتو لوس نکن گفتم میدونیم دیگه. از کجا میدونی؟ ها قدم ما بودا. اگه تشییع جنازه نداشتیم امروزا میشستم تو سوار قطار بشیم بعد میرفتم. ببخشید دیگه. این چه حرفیه میزنی؟ تو اینجاش هم خیلی زحمت دادم. من سرم درد میکنه واسه این زحمت ها. فقط یه چیزی یادت نره، غیر خال خدیجه هیچکی نباید بفهمه شما چی کار میخوای بکنی ها، وگر نبرت میگردونم. خیلی خوب مواظب خودت باش، من برم دیگه. خداحافظ. مادرها منتظرم. سلام. سلام علیکم. بفهمید. خسته نباشید. شما خانم ساسانی رو میشناسین؟ بله. آدرس چیزی ازشون دارین؟ فکر میکنم تو دفترمون باشه. اگه لطف کنین ممنون میشم. خواهش میکنم. به من مربوط نیست باهاش چیکار دارید. ولی بهتون بگم اون زن دیوونه است. یعنی چی؟ بنده خدا بعد از دو سال و نیم جنازه پسرش رو بردن دفن کردن. بعد نمیدونم یه مش استخون از کجا پیدا کرده و برده توی خونه تو رختخواب پهن کرده. به هر کس میرسه میگه پسرم برگشته. بنده خدا مگه آدرس رو نمیخوان؟ بفرمایید. شما باید 8 ماهت باشه نه؟ 7 و نیم. شما از کجا فهمیدی؟ من 20 سال قابلم. بله میدونم. پسرم میزنه. ببین هم از خوشگلی و دماغش پیداست هم از بیارش. کاش زودتر دیده بودیم اتون. یه خرج سونوگرافی جلو میافتادیم. سونوگرافی چیه؟ یه نوع عکس برداریه. معلوم کنه بچه دختر یا پسر. تازه اومده. جلد از خال. سلام. سلام عروس خانوم بیا تو. خیلی ممنون. اگه بشه اومدیم دنبال ننه حسین. ماشاءالله چقدر دلم میخواستی عروس خوشگلی مثل تو داشتم. اللهم صل علی محمد آل محمد. بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو. پس کی میخوای ماجرا رو به روزه خانوم بگی؟ بذار ننه حسین بیاد یه دفعه به هر دوتاشو میگه. حالا شما امرتون رو بفرمایید. اگه فوشم نمیدی منم بلیط میخوام. امری هم ندارم. از شمال اومدم میخوامم برم جبهه. اینجا هم هیچ کسو ندارم. اگرم بهم بلیط ندی همینجا روی صندلیا تا صبح میخوابم. به قول خودت بس. چه لباسی شما میخوای بریم مادر؟ میخوام برم یه دونه پسرمو ببینم. خیلی وقت ندیدمش. شما بفرمایید بشینید ببینم چیکار. آقا ببخشید قطار جنوب رفته؟ نیم ساعت قبل رفت. آقا جون داداش بلند شو بیا این یه بلیط برای ساعت 9 امشبه. پس خاطر داد و بیداد امروز ما رو حلال. بلیطاتون لطفا. سلام مادر خوش اومدید. سلام مادر جون. بفرمایید. 3 نفری ایشون به جای دوستم سوار شدن.
دوستتون خودش کجاست؟ رفیقمون جیم زد، مون پیش زن بچهش. بگو شهید شد، خیال خودتو راحت کن. اون زبلی که من میشناسم بعید میدونم دیگه برگره تو این خاک خود. با سربازای فراری ایام جنگ بد تا میکننم. بدتر از این روزایی که داریم؟ خسروان داند. با اجازه برید لطفا. شما که اینقدر از جنگ بدتون میاد برای چی اومدین جبهه؟ به میل خودم که نیومدم، واسه تاییدیه دانشگاه مجبور شدم که بیام. ببینید آقا، الان دیگه پشت سر هر کدوممون یه بهش زهر و استخون خوابیده. شهید اونان، شهید اهالی روستای این که از 40 خانوارشون فقط همین یه بچه زنده مونده. همین الان رو صندلی نشستی که تا چند ساعت قبل داشت مجروح از جبهه برمیگردوند. شما میتونین هر اعتقادی داشته باشین، ولی خواهش میکنم با اسم شهید شوخی نکنین. دوست فراریتون یه شهید نیست. قصد جسارت نداشتم، ببخشید. از آقا محمود خبر داری؟ مگه تو ده نیست؟ انگار دنبالتونه. دنبال ما؟ برای چی؟ نمیدونم، باباشم خیلی نگران بود. میگفت از سر قبر حسین عکسشو برداشته، پشت سر شما اومده تهران. که چی کار کنه؟ اونم نمیدونست. خبر دارین تو دوران سربازیش یه ماهی تو بیمارستان روانی بستری بوده؟ علت بستری شدنش هم میدونی؟ میخواسته فرماندهشو با تیر بزنه. در واقع تو اون یه ماه زندانیش کرده. ولی خوب شده بود. انشالله انشالله. یا الله. سلام. سلام. خیلی عوض میخوام، اگه اشکال نداره من ساکمونو بردارید. بفرمایی. قطار چرا وایساده؟ این پل جلو رو زدن، بقیه رو باید با اتوبوس برید. شما هم اگه بتونین پیاده شین، ما وسایلتون رو میاریم. چرا وایسادی؟ خستم، خوابم میاد. خودت گرفتی خوابیدی، اصلا به فکر من نیستی. خب اگه میتونی خودت بیا بشین. کچل، آخه من با این پا میتونم؟ نه نمیتونی. پس مجبوریم تا صبح صبر کنیم. یه چرت بزنیم صبح شده. ببخشید روزه خانم. خانم، دست در نکن سعید جان. بفرمایید. نه شما مادر. ممنونم مادر. عزیزم بیا. همیشه فکر میکردم این جنگ چی داشت که حسین به خاطرش همه چیزو ول کردارم. حالا که شما ها رو میبینم اینم جنگ چیزی نداره، بچه ها غیرت دارن. چند وقت پسرتون رو ندیدی؟ نزدیک دو ساله. دو سال؟ یعنی دو سالی بهش مرخصی ندادن؟ پسرم تو عراق اسیره. اسیره؟ پس شما اومدین اینجا چیکار؟ خواهم برم ببینمش. فکر میکنی دیوونه؟ نگاش کن، هنوز بچهش به دنیا نیومده، ببین مادر چه زرش رو میکشه. بگو تو بوس وایسه. نگهدار، آقای راننده نگهدار. باشه، آجی میگم باشه. بچه ها باشید، سر بیارشون باشید. من برم یه زنگ بزنم بیام. رجا میدونی که تو این چند وقت ایران کلی اسیر عراقی رو یه طرف آزاد کرده ها؟ آره، عراق هم مثل که همین کار داره میکنه. دیشب تو اخبار میگفت. البته عراق داره فقط
اسیرای معلولش آزاد میکنه. چیزی شده آجا؟ والا راستشو بخوای صلیب سرخ قراره با یه هواپیما یه سری اسیر معلول بفرسته ایران. یه اسم حسین حسینی هم تو لیستشون هست. واقعا؟ البته هنوز معلوم نیستش که کس دیگه یه یا فامیلی حسین رو اشتباه نوشتن. این مجید هم برای همین از شمال اومده. چرا زودتر به من نگفتی؟ چون خودم هم هنوز گیج بودم. حالا به خودم میترسیدم بهت بگم. به هر حال من میدونم تو این چند سال خیلی بهت فشار اومده. منم که همش بد اخلاقی کردم. الان باید چیکار کنم؟ هر چی تو بگی. الان مجید رفته زنگ بزنه ببینه کدوم شهر مرزیه. هر جا که باشه به هر حال سر راهمونه. خدا کنه فقط حسین تو هواپیما باشه. اون وقت حداقل یه روز واسه قرنطینه نگهش میدارن. خاله هم که خب اصلا نمیذارن از دسفول جلوتر بره. دیگه هر چی تو بگی ما همون کارو میکنیم. کار خدا رو میبینیم وسط این بر بیابون یه زن باردار که احتیاج به کمک داره، از اون میذاره یه قابله پیداش میشه کمکش کنه. هر کاری خودش بخواد میشه، هر کاری نخواد نمیشه. خاله پسر یا دختر؟ پسر عزیزم. اینکه اینقدر کوچولوه هر کجا میدونیم پسره؟ میتونم بغلش کنم؟ بله چرا نمیتونی؟ تا آخر اون بچت. قربونش برم کپی باباشه. شما درد نکنه خانم. داوود آوره اگه میره خط من عباسم باهات میام. اول آواره بابات دو من ماشین پر جنس بردش کنم. سوم من ماشین برمیرسم دستور شرمنده تو. خیلی خوب. با اجازه. پس خدافظ. خدا نگهدار. با اجازه شما من و مهری تصمیم گرفتیم اسم بچه‌مون رو بذاریم حسین. مبارکه. اجازه ما هم دست شماست. ان شاء الله صاحب اسمش مواظبش باشه. آقا سعید. بله. می‌خواستم بابت زحمتای امروزتون ازتون تشکر کنم و بابت رفتار دیروزم عذرخواهی. اولیش که وظیفه‌ام بود. دومیش هم حق با شما بود. شما همیشه اینجا این؟ تا حمله جدید نشده. پس امیدوارم تا مرخصی بعدی منم هیچ حمله ای نشه. که بازم شما اینجا باشه. آقایون سریع‌تر بجنبین که دیرمون شد. پس فعلا خداحافظ. بریم مادر جان. بقیه که بده بدم. خوبی بودست. سلام داشت. بریم میری ننه حسین. با اجازت مادر جان. این آمه را از طرف من بدیم به خاله خدیجه. من که نتونستم راضیتون کنم بمونی. شاید اون بتونه. حسین بسیجی ارتشی. بسیجی مادر جان. خب اگه اسم گردان و گرانشو بهم بدی میدونم بچه های مقرب بیسی میزن دو ساعت دیگه پیشتونه. بذار اول بریم خونه خال خدیجه بعد. خب عزیزم باشه هرچی دوست داری. شیرینیش کمه. خود شیرینیش بیشتر کن. چشم. دست درد نکنه. این فرزان خانم شما ماشالله ماشالله چقدر خطش خوبه. کمالاتش یکی دوتا نیست که.
باید ببینینش. برونیش چطوره؟ مجرده که؟ بله مجرده. خدا رو شکر. میدونی ما سه تا پسر دارم، سه تاش عزبن، آرزو عروسیشون به دل آمونده. اینه میبینی؟ این علیه پسر وسطیه. خدا حفظش کنه. خدا همه جوانای حفظ بکنه. از خانم ساسانی برام بگو حالش چطوره؟ عالی، پسرش پیدا شده. دیگه از خدا چی میخواد؟ خودش بهت گفته که پسرش پیدا شده؟ آره. چطور مگه؟ هیچی. خب که گفتی میخوای بری او برای آب پسرت ببینی ها؟ اگه خدا بخواد، اگه شما کمک بکنی. میدونی چقدر خطرناکه؟ تو هم میخوای منو نصیحت کنی؟ استغفرالله، ما کی باشم؟ فقط دارم حقیقتی بهت میگم. وگرنه خودم نگاه کن، تو این سن و سال خونه و زندگیم ول کردم اومدم اینجا که پیش بچه هام باشم. جوانایی که توی دنیای یک قرون دوزار جونشون، جون عزیزشون رو گذاشتن. او وقت من تو با یه قلبای سکته‌ای کمتر از اونا باشی. منم که دارم همینو میگم خاله. خواها، ولی کار تو فرق میکنه. حالا راجع بهش حرف میزنی. نه نه بذار بیسیم زد گفت داره میریم پیشش، اگه ناهار خوری سبزیه یه کاسه برام بیار. نه بره اونا زودتر کشیدم قربونت برم الهی. دست درد نکنه. بعد از ناهار میخوام برم اردوگاه اسرای عراقی، پسر کوچیکم مسئول اونجا. میخوای با ما بیای؟ دیگه ممکنه من رای کن زودتر رو. حالا چند شب پیش ما بیم؟ طوری نمیشه. اوه ساعت 1:30 ما میگم چرا انقدر گشنمه. خانوما کار تعطیل، بفرمایید بره ناهار. شما دوتا گفته با شما تا تلفن وصل نکردین از نهار خبری نیست. چشم. اینا کیه؟ اینا خانواده های اسرای عراقی هن. یعنی اینا اسیر هن؟ ها؟ مگه اجازه دارن اسرا رو ببینن؟ ایران اجازه میده، عراق که اجازه نمیده. تازه همه بدبخت هم اگه برگردن و بگیرنشون به جرم جاسوس جنگی اعدامشون میکنن. آوردمت اینجا که ببینی اسرا لاغل جونشون در امونه. جنگم که تموم بشه به سلامتی مثل پسرتو برمیگردن سر خونه زندگیشون. اگه صدام اجازه نمیده پس اینا چجوری اومدن؟ از طریق کشورهای دوست و همسایه. تا حالا میدونی چند نفرشون اومدن از طریق همین هوربیان کشته شدن؟ تونستی ببینیش؟ کردیم گفتن لااقل بعد تا فردا صبح تو قرنطینه بمونه. قیافش چه شکلی شده؟ خیلی مشخص نبود ولی موهاش سفید شده. ای عاشقیه دیگه. حلقتو با خودت بردی؟ آره. پس مبارک خانم. منو بگو که یه فیلم برداری عروسی دیگه افتادن. شوخی نکن،
فقط نمیدونم محمودو چیکار کنم. خیلی دلم براش میسوزه. نگران اون نباش. صحبت یه عمر زندگیه، شوخی که نیست. مگه یه بار بهش گفتی نه آسمون به زمین اومد؟ تو فعلا دلت فقط برای خودت بسوزه. همین. آه حجت. میخوای خودم برم ننه حسینو از دستپول بیارم اینجا؟ نه بابا چه کاری؟ خصوصا با حسین میریم پیشش که بیشترم خوشحال بشیدی. تو عوض این کار پاشو برو تو ماشین بگی بخواه فردا تا شمال بر رانندگی کنی. نه بابا خسته نیستم، با هم میریم. خاله خدیجه باز خواب حسینم رو دیدم، تو رو به اون صاحب اسم قسمت میدم، جون اون سه تا بچه هات کمکم کن پسرم رو ببینم. خسته نباشی. سلام خالمون، اوضاع خوبه؟ ای بد نیست. این برگ تردد علی رضا کو؟ رفته مرخصی؟ سر بریده هم بخیر او پشته. امروز نون حلوا آورده. نه پرورده این برای دوستات هم بردار منه. دست شما درد نکنه، بچه های خط باجب ترم. خب خواهرام، از اینجا به بعدش باید پیاده بری. افتادی تو زحمت. تو با این قسمی که بهم دادی جون من به خیر برات میذارم. اگر هم دیدی هیچی بهت نمیگم میترسیدم مثل خانم ساسانی بشی. خانم ساسانی؟ حالا ولش کن، فقط اگه رفتی و بچه های خودی پیداد کردن و برت گرداندن بیا پیش خودم. من یا با حسینم برمیگردم یا همینجا میمیرم. نمیدونم چی بگم. بگم خدایی نکرده، بگم انشالله. برای همه چی ممنونم. کاش جایی من اول میرفتیم دنبال ننه، خیلی نگرانشم.
اگه از دستبول بره جلوتر چی؟ نه بابا خیالت راحت باشه، خودت هم میدونی که به این سادگی هم نیست. تازه این اتفاقا انقدر پشت سرم افتاد که والله ما خودمونم گیج موندیم چیکار کنیم. تازه معلومم نبود تو این اسره هستی، اسمت اشتباه نوشته بودن. در واقع تقصیر منه، من گفتم اول بیایم سراغت. حالا خدا رو شکر که برگشتی، خاله رو هم پیدا میکنی. تو این دو سال خیلی به هم سخت گذشت، کلی حرف دارم باید بزنم. آنه هنوز علاقه تو در نیوردی؟ نه، حالا برات تعریف میکنم. تو چی کار کردی البته؟ تو این دو ساعت به جز یادت عزیز هم چیزی بود که داشت. تو دو نسید چی کار میکردی؟ مدرسه بود. رانندگی تو بکن، واقعا که خیلی بیگیرتی. دستم این درس میفرست. شایدت چی؟ بیشتر نشدن؟ قده بیرم شدی بس منو کشیم دیجا برای چی؟ من که از هر جا از هر جا میمونم به تو بنا میارم. شکایت تو رو به کی ببرم؟ کجا داره میری؟ چرا نرفتی مقر؟ اینجا منطقه جنگی، واسه زن قدغنه. زن؟ نه زن نه، بگو مادر. میدونی مادر یعنی چی؟ یعنی موجود ذلیلی که بچهش وصله یه جونشه، تمام جونشه، مثل مادر خودت. بازم قدغنه؟ تو فکر کردی من از گوله میترسم؟ نه، من از جونم سیرم. ما زنها چه گناهی کردیم که شما بچه ها رو به دنیا بیارید، شیره جونمون رو بریزیم تو تنتون، مثل یه نهال بزرگتون کنیم. وقت میوه دادنتون که رسید، شب تا صبح، صبح تا شب منتظرتون بمونیم، یا یه عمر عزادارتون. من آمد نفهم رو بزرگ میکردم، نه که تو این بر رو بیابون دنبال جگر گوشتم بگردم. خب جنگه، تقصیر بچه ها چیه؟ اگه دو شرفتو بودیم مقب پسرتون رو میدیدین. پسرم خودش نمیاد، نمیتونه بیاد. چرا؟ قهر کرده؟ دعواتون شده؟ کاش دعوام شده بود، کاش یه بار سرم داد زده بود، کاش خاطره بد ازش داشتم که اینقدر بیقرارش نبودم. شونتون زخمی شده خان؟ این که چیزی نیست، زخم اصلی اینجاست، اینجا. بیا خودم میبرمت پیشش، فوقش توبیخو میکنن دیگه. فدای دلتون.
بیا به دستورتون بزنه سوارشو بریم. رفتیم مقام میدم پانسمان کنه زخمتونه ببریم. ببخشای که سرت داد زدم. اتفاقا کیفم کردم. اگه یه نفر تو دنیا اینقدر منم دوست داشته باشه جنو عمرش میدم. همه مادر و بچه هاشون رو همینقدر دوست دارم. ما اصلا ننه من ندیدم وقت تو دنیا آمدم سه بزار رفت. خدا رحمتش کنه. از بچه که بهم گفتن سر بخور بعدشم کشیرم آواره. انشالله که خودت سلامت باشه. عباس آقا سلام ننه حسین. سلام. خسته نباشی. خسته نباشی. سلام ننه حسین. سلام سعید آقا. خاله شما چطوره؟ سلام مادر. سلام مادر جون. خیلی خوش اومدین. ممنونم. احتیاج نبود زحمت بکشین تا اینجا تشریف بیارین. نشونی پسرتون رو میدادین؟ میگفتم تا شب نشده بچه‌ها بیارنش خدمتتون. حالا یه دفعه ما بیایم بچه‌ها رو ببینیم. اشکالی داره؟ والله چه عرض کنم. چیه وایسادین تماشا میکنین؟ برید سر کاراتون. بفرمایید. تشریف بیارید. راستی نگفتم. حاج رضا پسر خاله خدیجه خودمونه. شما پسر خاله خدیجه هستید. زنده باشین ان شاء الله. سلامت باشید. بفرمایید. داوود جان. جون. نمیدونی اینجا منطقه خطره؟ یه زن بعدش چی آوردی اینجا؟ زخمی بود. بعد تو به اون ولش میکرد. خب آخه برام مسئولیت داره. سنگر خالی کن. خب. نه حسین امشب استراحت کنه. فردا باید برش گردونی ما. اگر دقیقاً بس بسرشی. فعلا هیچی نپرس. برای چی؟ هیچی نپرس. بعدشون برات توضیح میدم. واسه ببینم. نکنه پسرش چی شده باشه. نه الحمدلله. خب خدا رو شکر. ببین. چیزی بهش نگی ها. چرا؟ قسم خورده اگه برش گردونی بلای سر خودش میاره. ای بابا پچیرو برش گردونی عقب. نمیدونم. نمیدونم. یا عاشقی تو برام پخته دیگه. بفرمایید بفرمایید. در کلبه ما رونق اگر نیست یه ننه خوب هست. خیلی خوش اومدید. کلبه فقران، آشپزخونهش اوپن اوپنه، یه کتابخونه، اتاق مطالعه با یه پنجره رو به دریا که فعلا به خاطر ترکش مسدودش کردیم شرمنده ایم. همون دو قدم اونورتره. اینم حال پذیرایشه. اینم اتاق خواب. در بس مال شما چطوره؟ نه ترس. محکم مثل بتون. به زحمت افتادی مادر جون. ننه که زحمت نی. رحمته. ما تو اون روم اولین باره که احساس میکنم مادر دارم. پیشمه. باید برای وسایل پانسمان بیارم ها؟ مادر جون. جونم.
یه نخ سوزنم بیار. رو چشم. یالا سلام. سلام. سلام مادر. سلام مادر جون. این روسری رو برای مادرمون گرفته بودیم، قبول کنین خوشحال میشه. ممنونم. ما قدیمی ها اعتقاد داریم کادوی روسری شگون نداره. من باید یه پولی به شما بدم. هر جور میلتونه. شما دوتا چرا با هم اومدین؟ مادرتون دلتنگتون نمیشه؟ چرا؟ ولی خب تنها بشیم دارم واسه همدیگه تنگ میشه. شام هم اومد میاریم خدمتتون. شامتون چی هست؟ سه شنبه ساچمه پلو با خورما. اگه وسیله داشته باشین میتونم براتون غذای خونگی درست کنم. اینجا هر چی داریم فقط کنسروه. کنسرو داریم فقط. این آب هور مگه ماهی نداره؟ همه پولکاشو خوب بگیرین ها. چشم. یالتون راحت. این کله و دومش هم بندازین دور. چشم. دفعه اولمون نیست. قبلا تو خونم به مادرمون کمک میکردیم. پس باید خیلی دلش براتون تنگ شده باشه. ترشی خونگی هم داریم. دست درد نکنه پسرم، بریز توی یک کاسه واسه شب. چش. خسته نباشی. سلامت باشی. بچه کجایی مادر جون؟ بچه شهر پور. زنده باشی انشالله. سلامت باشی. چند وقت اینجا هستی؟ 11 ماهی میشه. این که داره میسوزه مادر جون این ورش کن، اینا باید خوب بپزن. کفشاتون هم باکس دارم. زحمت کشیدی اون. وظیفه همون بود. داود. داود آوره. ها. مدی، ما یه پاکا کوکا. چیکار داری؟ یه دقیقه بیا. خیلی خوب کار دارم، بگو چیکار داری؟ تو میدونی نه اصلا اینجا چیکار میکنه؟ خب معلومه، اومده پسرشو پیدا کنه. نه، بچهش اسیره، بخواد بره عرق بچهشو ببینه. نه. آره، 2 ساله که اسیره. شما کار دارن از آشنایی ننه حسین هست. سلام، خوش آمدیم، بفرمایید. به 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 تبارک الله. تو باید فرزان خانم باشی ها؟ نه من روجام، عروس ننه حسین. روجان، دلبند پسرش. حق داشت بنده خدا، اگه منم جای او بودم این همه راه میومدم که عروسی مثل تو نه از دست دادم. بفرمایید. خ...
خیلی ممنون. اگه بشه فقط اومدیم ننه حسین رو ببینیم. بفرمایید بفرمایید. الان میام خدمتتون. دست درد نکنم. ببرش اونجا. بفهمه نه چیز. به به دست شما درد نکنم. میگم این اطلاعات داوود آواره به درتون خورد؟ عالی بود. تونستیم ضربه خوبی به دشمن وارد کنیم. والحمدلله. ببخشید اگه خوشمزه نشده. میخواستم شمالی درست کنم نشد. نه آب لیمو داشتی، نه آب ناری. دست شما درد نکنه. خیلی وقته که غذای خونگی نخوردی. نوشه جان. ننه حسین، نگاه ما ارتش و سپاه و بسیج به کنار. من مطمئنم یه روزی صدام از لشکر مادرای مثل شما شکست می‌خوره. اگه به قول شما من سرباز این لشکرم، مادر خودت، خاله خدیجه سرهنگ. این لشکر سرباز نداره. مادر. همین اسمش درجهشه. یعنی کلهم همه ارتش بودن. بفرمایید. خودتونم بفرمایید. غذا سرد میشه. بفرمایید. تیغاشو براتون گرفتم. بفرمایید. دست درد نکنه مادر جان. روزی آقا داوود و سعید کجا؟ نمیدونم. شاید رفتن ماموریت. سنگر فرمانده کجاست؟ همینجاست. فرزند خانم. برگشتنی هم من تا یه مسیری باهاتون میام. نظرم آشناست. مطمئنی داریم میریم طرف عراق؟ ببینین ننه حسین، اومدن شما تا همینجا به نظر من یه معجزه. یعنی داری منو بر میگردونی؟ وایسا همینجا وایسا ببینم. وایسا به تو میگم وایسا. سلام سید جان. سلام. چطوری؟ چی شده؟ هیچی. نه حسین بیا پایین. مرکبتون آماده است. باش
باش چی کار داری؟ میخوام ببرم شو برا اون برا؟ دیوونه شدی آقا داوود؟ ما آقا داوود نیستم به ما میگن داوود آواره میدونی چرا؟ چون دو روز او برا با سه روزی بر نه بسیجی هم نه ارتشی ولی با هم هم هستم چون ایرانی هم ایو رو مثل کف دست هم میشناسم توش بزرگ شدم قبل از جنگ از او بر جنس میموردم حالم کارم همینه او کلی فامیل دارم دیشب رفتم سراغ بسرم من او رو هور منتظرمونه خدا خیرت بده ببین داوود تو فقط میتونی برای خودت تصمیم بگیری من نمیذارم نه نازم با تو بیاد تو دیگه هیچی نگو واسه ببینم تو طرف همونی طرف فرزانه خانم اگه حالا اینجا هم بخاطر رفیق جونجونت عباسی که منو آتشی کرده کلاتی دستش درد نکنه چون باشه بفهم ننم چشه چی تو دلشه خیلی نوکرتم تا آخر خطم باید هستم نمیترسی که نه از چی بترسم اگه و خدای نکرده این دفعه یه اتفاقی بیفته چی خدا نکرده که خودت گفتی شما فهم کن اگه برش گردونی آروم میشینه آروم میشینه نه نمیشینه باز برمیگرده این مادری که تا اینجا اومده جسارت ها ببخشید حتی از منم آورتره میدونم همه تون برای محبت کردن به من به درد سر افتادین من ازتون معذرت میخوام ممنونم ولی با آقا داوود میرم امروز خیلی آقا شدیم با چه خبر؟ چه عجله؟ ننه حسین کجا؟ ننه حسین؟ آه برگشت کجا؟ دسپور دسپور؟ چه خبره؟ ایرانی هست؟ سرش سرش؟ مگه اسیر نتونه؟ چه نوازه چه؟ داوود! از تو برگردیم ما همینجا منتظر میمونیم منتظر نشید! چی شده؟ قایق گشتیش میده بیفدرها دستوردار نیستن شما نگران نباش نه نوسن چند دقیقه اینجا قایم شیم مرم میرم سری کوچه ها میرم میام دانشگاه چرا رشته امکان شرکت کنی؟ اگه بشه دندون پزشکی البته پارسال قبول شدم ها ولی برای تحقیق اومدم پیش یکی از همسایه‌هامون که چند سالی با بابام قهره دنیا از کدوم آدم هاست؟ از اینه که ته استکانو داغ میکنن میزنن رو پیشینشون تو پینه ببنده که مثلا بگن خیلی نماز کنیم هیچی دیگه نامرد خلاصه حسابی پنبه ما رو زد عجب پس واسه همینه که از جنگ اینقدر دلگیری بودم ولی حالا دیگه نیست
کی هستی؟ لدگولی شی لدگولی عفن خی عفن شرطه بعثی هنک قربان اون زبونت برم که زبون قرآنه. من نمیفهمم تو چی میگی. تو اینجا چی کار میکنی؟ انا عراقی. عراقی هستی؟ عراقی ابنی پسر؟ پسرت ای پسر ابنی ابنی اصیر شفی اصیر ابنی سر تو اصیر شده اصیر شفی پسر مردم عزیز دو ساله دو سال دلم سرش تنگ شده اشکت هلو اشکت هلو فکر مرم نگیر نیا بعد عمری الا انت اللي حالي استهیه حاز سر تعمل وصخ ایسر تو مگه نخواد تو این دنیا تقوز پر شده از نخواد بزرگی چک کنم ايوه انا فيها مشكوره بابا سعید میگه نیم ساعت رفته ما زود حرکت کنیم بهشون میرسیم به شرطی میذارم بری که منم باهات بیام با من بیای رجا جان چه منطقه جنگیه اون بر عراقه کجا با من بیای هم دوشم کار خطر میکی کرده یه بار در عمرم بهت جسارت کردم داری تلافی میکنی منو تا اینجا کشوندی برای این میخوای امتحانم کنی چند دفعه باش این دفعه هم راضیم به رضای تو تو رو میبرم پیش پسرت پیش ابنت ایران میبرمت ایران آخه یم ابنی ابنت ابنت آره انت آره میبرمت پیش پسرت لا خلیش خیم چه غلطی میکنی ها؟ نه نه بایسی ناشتا سم کنی بگو نخون بگو نخون تو میدونی داری با من چی کار میکنی ها؟ ها؟ میدونم داداشی میدونم وقتی روژه موضوع برای من تعریف کرد آرزو داشتم کاش تو همون بیمارستانه عرق میمردم ببخشی میخوای بزنی بزن خدا شاید ناراحت نمیشه
محمود. محمود اگه میخوای بزنی اول منو بزن. خدایا شکرت، خدایا شکرت.